اینا مثال بگیرم اتو اینا جلال اینا بوریا کارچکا گرتیم پیوز گرتیم. این آموزگاران در شهری کلوب روی خط قرض هایشان در دست معاش دو ماهه پرداخت نشده اشان را انتظارند. آنها میگویند دوام این دو ماه مجبور شدند که برای پیاز، کارتوشکا و دیگر لوازمات روزگار قرض گیرند تا خانواده اشان گرسنه نماند. ماهی سیم است که تا حال ما مبلغی کاری گرفتگی نیستیم و از جهتی من امین معاش نرسیدن به حد تنقیسی اذیت کشیدیم. همکاران امامعلی هم میگویند نپرداختن معاششان آنها را نگران کرده است، چون بعضی اشان از بانک هم قرضدار بودند. مخصوصا انداز باید بوغاکترش میگه که میگه اخی همین قشلوق دا میوان میخرن، ما خریده خریم طلبه را کشتا خدا بچو نمیشوه، ما همه چیزا میخریم، پمیدور بودین رنگ شهر بوریم، ما همه وقت بعد معاش سری ما تامین کردنم. شخصا من خودم دختره که اینوری دارم، اینا 31 ساله اینوری دارم، ما برای هر دارو خریدن او قیبته که شهر قرض میگیرم. اینا حوز فامیلی من برای مغازین ما قیب 300 سم قرضم، اگر بلوغ قرضم نمیتن میگه معلمی قرض نمیته. اینا معلمه کوچه رو میگه که من رفتم مرا قرض ندادن. ما معلمیم، دیپلم گرفتیم که با گردن بلند زندگی، وقتی خونه دهقان قرض کنی میره است که ایزو میکشی. اما برخی آموزگاران دیگر میگویند که بیماری کووید 19 برای مقامات یک بهانه ای شده است. با گفته آموزگاران در گذشته یک ماه با تاخیر معاش میگرفتند، بعد این بیماری الکی تا 3 ماه طول کشیده ایستاده است. میرزا علی سعیدوف آموزگاری دیگر میگوید که در مکتبی آنها زیاده از 70 نفر کار میکند و همه دستنگری معاشند. اثر اسیران نمیگه که آهی در دلود من گر بیرود تا به فلک، تا سراخ شود از آسمان به زمین آید ملک. روز دیگر به جای شکایت میکنی میره عرض میکنی میگه که سم نیست، اول شهر تامین میکنیم بعد دهوتا. روز دیگر دلزده شدیم، یعنی کاری که اوز میکنیم دلمون مونده گه من نمیشه زندگی را به پول و به خروج تصویر کردن. زیمنان این بار اول نیست که آموزگاران در شهر و نواحی منطقه کلوب از نگرفتن معاششون شکایت میکنند، ولی مقامات نپرداختن معاش آموزگاران را به اجرا نشدن نقشه انداز وابسته میدانند. کننده نسل امروزه ما و شما در چنین مشکلات ها هسته است، پس آیا این ها نسل نورس تربیه میکنم؟ پس طبیعی است که او هم وطن میگه کسانی که مهاجران به سعودان تحقیر و تهمت حقشان میکنی، ریشه اساسی انا همی کم سوال بودن مردمی ما، اگر تو همی فکر داری این همی مصیبت های امروزه است. سرچشمه مردم از علم و دانش و فرهنگ دور شدن چی است؟ معلم مکتبی که برای زحمتاش مبلغ نمیگیره، معلم مکتبی که برای تربیه نسل کمک نمیگیره، معلم مکتب دو ماه و سه ماه در انتظاری اونمو حاصلی کارش است، پس آیا او با ایمانش، با ذوقش، با همو نیروی انرژی که داره میشینه درس میتیه؟ البته که نی. بیچاره معاش 500 و 700 هزار سومشه که میگیره، او سرمایه خاص نداره که اگر رفت و مکتب معاش نداد از او سرمایه ذخیره‌ای استفاده بره، او چیزی که نداره. طبیعی است که مردم ما او چیزی نداره، امیدش به نمو معاشش است. خب کار چی شد؟ اینه هموطنان رفته بودن شکایت کرده بودن، رادیو آزادی ازشون اینترویو گرفت. بعد از چند روز خبر دقیق و عنیق به دست ما رسید که 3 نفر از عضو این همی معلم را، دایرکتور مکتب، یک مادر زنه و یک نفر دیگر را کمیته امنیت از صبح تا ساعت 4 بیگاه برد، دشنامشان کرد، حقارتشان کردن که شما خائن هستین، شما با مقابل قانون های حکومت گپ میزنید، شما فروخته شده هستید، شما در رادیوی آزادی اینترویو دادین فلان بهمدان. زن مادر معلمه مکتب میگه به اندازه دشنام کردن که هیچ منطقی نبوده میکرد، اما کردم. یعنی این خبری است که مقامات ای را نمیتونه رد بکنه. دقیق با هزار اسناد و دلیل من گفتم میتونم که واقعا بعد از این اینترویو، در حالی که اینها مزد مهنتی به چرا را نمیتین، باز یک کمیته دارن به نام امنیت که در آغوش خون است، او امنیت کشور نیست، برعکس ظلم و ستم کشور است.
این همی با مردم دعوت میکنن تا در اوجه گیردی هموی نکه، تا در اوجه از معاش دیفانکه، تا در اوجه از حق دیفانکه، تا در اوجه از مالیه پلته نگیر. یک منبر سختگی هن با نامی کمیته امنیت در صورت امنیتی کشور در سیرت چهار تا قاتل، چهار تا ظالم، چهار تا به هر چیزی که اگر او را قصه بکنی میارزه، در هر صورت مردم دعوت میکنن کمیته امنیت. یک نفر در مقابل شون گام میزنه کمیته امنیت، معلم از معاشش، معاش خودش طلب داره، میگه بودجه دولت نرسیده. بودجه دولت کی غارت کرد؟ رئیس شهری کلوب عنایت زاده گفته بود، اگر نامش خطا نگم بهرام عنایت زاده، کی اونا او جنتلمن بک صبورتون انداز نمی سپره، از بودجه دولت 14 میلیون سومانی است، 4 میلیون سومان است، قرضدار است. اون هاش این مبلغ مردم نورسایی بوجه، اون او مبلغی که در بوجه باید صرف میشد، اون او رئیس ولایت سوختون درها 21 22 مرد در اوجه نوشیده و ماین و رق ماینوشی و رقص بازی کردن، انا او مبلغ ها را که مردم باوش میگیرید او 4 تخمق در اوجه مصرف کردن. فهمیدین در کجا از مبلغ؟ مبلغ ها درها جشن های کارتوشکا و پیاز و تربز و سیو و کدو و انار و پیاله و چاینیک و روبا و خورپشتک و جایره ایدهایی که دارین، مبلغ ها در اوجه صرف می شود. این های چار بیچاره که شما را درس می تیه چکارش میکنین؟ بوجه نورس ها است؟ نیست؟ صبر کنی. این چیز نفقه در ایجا است. این سیستم در تمام ناحیه ها و شهرهای جمهوری تاجیکستان آهسته آهسته پیاده شده است، چون کرونا ویروس بودجه را نول کرد، درآمد نیست. اونا او مهاجرایی که تاخیر میکنین اونا سهم داشتن در این کار، معاش انا همین نفرا از حساب اونایی که در مهاجرت هستن. امروز نیست، بودجه کشور خالی، دزدی و غارت و عباشی کردن، مردم به مواش میمونن. مکتب ها، معلم های مکتب انتظاری دو ماه، سه ماه و چهار ماه به مواش به رخصتی مهنتی باشین، بدون مبلغ استراحت میرین و دیگر به همین شد و خلاص. ای بود دوستانی عزیز نقطه‌ای که من برای شما رساندم.